فکر میکنم که امترین جا برای هر آدمی اتاقشه. توی یک سال گذشته بیشتر از 99% وقتم رو اینجا گذروندم و این هفته تصمیم گرفتم یه سری تغییر ریز بهش بدم. سلام به همگی به یه ویدیوی دیگه خیلی خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو قراره که اتاقم رو دوباره بچینم. نمیدونم که کلن چند وقت منو دنبال میکنید، اما من کلن هر چند وقت یه بار دوست دارم که یه تغییر اساسی توی جایی که هستم توی زندگیم ایجاد کنم تا رو به افول نرم، رو به نابودی نرم از لحاظ ذهنی. و همیشه اولین گزینه که به ذهنم میرسه اینه که اتاقم رو مثلا بریزم و دوباره بچینم. حالا این ریختن رو دوباره چیدن به این معنی نیستش که حالا مثلا همه چیزشو عوض کنم، مثلا جای تختم از این ور میارم این ور میشینم و همین چیزای کوچولو اینجوری دیگه. با همین چیزای کوچیک سعی میکنم که حالا یه تغییر توی زندگیم بدم تا حالم بهتر بشه. یه چیزی، آیا به نظرتون لاغر نشدم یکم؟ یه اینقدر؟ نه؟ اوکی، بالاخره 2 هفته است هم رژیم میگیرم، بالاخره یه تغییر کوچیکی که باید کرده باشم. اولین کاری هم که میخوام بکنم اینه که هر چیزی که دارم توی اتاقمو اول ازش خارج کنم تا بتونم درست فکر کنم که ببینم جای هر چیزی رو میخوام کجا بذارم. البته حالا انگار جوری دارم میگم که جای هر چیزی رو کجا بذارم، انگار مثلا 120 متر اتاق دارم، کلا فکر کنم 12 14 متر بیشتر نیست. اما آره دیگه، اول همه چیزو خارج میکنم از اینجا تا بتونم فکر کنم که چه جوری باید هندل کنم این پروسه رو. چیزی که الان توی ذهنم دارم اینه که آیا میتونم این تختمو وسط اتاق بذارم یا نه. بعد دوباره چیزی که تو ذهنم میاد اینه که این میزو کجای اتاقم بذارم که بشینم روش. این یه بحث خیلی مهمیه که باید بهش توجه کنیم. میدونین سری پیش که من این تخت اومدم تکون بدم، تخت شکست از وسط. اگه فیلمشو داشته باشم الان میذارم. At this moment that he knew he fucked up. اما میدونین خیلی باید حواسم بهش باشه که چه جوری دارم جاشو عوض میکنم، چون که سری پیش بابام نزدیک بود من از خونه بندازه بیرون برای اینکه تختمو شکل بدم. الان یه فکر دیگه به ذهنم زد، اینکه این تختو بیارم بذارم کنار این پنجره و میزم و کنار تختم بذارم. البته من پسی هست اینه که من یه دونه از این پتختیوی کوچیکم دارم که اینجوری جا نمیشه. الان میدونی دارم کدوم وقت، اون وقتیه که آدم میگه که عجب غلطی کردم که این کار رو شروع کردم، اما نمیتونه همینجوری رهاش کنه چون که گند زده به همه چی و همه چیز رو به هم ریخته. ببینید اول باید این میزو از اتاق خارج کنم، اما این میز بزرگتر از در اتاق منه و یه جورایی توی همین اتاق این سر هم شده و اگه بخوام دوباره بازش کنم که اصلا فکرشو نکنید که همچین کاری بکنم خیلی سخت میشه. پس مثل یک آدم خیلی با فهم که واسه هر چیزی یه جوابی داره و راه حل رو سریع تو ذهنش حلاجی میکنه و راه حل میسازه توی ذهنش، اتاقم رو جمع جور کنم. این یه عجب غلطی کردم. خب یه راهی به ذهنم رسید، این که این میزو به جایی که از در ببرم بیرون بچرخونمش و بیام بچسبونمش این جلو تا جایی که میتونم ببرمش اونور و این تختم رو اینجوری بچرخونم بیارم اینور. میدونم انتظار داشتین که این ویدیو نه این ویدیوی باشه که سلام خوش اومدین به یه روم میکوور با من چون که قرار با هم دیگه اتاقمونو دوباره بچینیم، اما نه، این از اون ویدیوها نیست. این مازی داره اتاقشو میچینه که قهوه زیادی خورده و استرس زیادی هم داره. بریم. وای 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 وای.
هیچ ایده ای ندارم از این که چه غلطی دارم میکنم، اما فقط دارم سعی میکنم که همه چیزو نمیدونم میافتم وقتی که وای میستم یا نه، اما دارم سعی میکنم که بالاخره یه جوری بچینم این اتاقو. چون چیزی که توی ذهنم بود این بودش که قشنگ تختو اینجوری میذارم، میزم اون گوشه جا میشه، اما الان که رفتم توی کار متوجه شدم که اتاق من اونقدر جا نداره که بخوام این کارو بکنم باهاش. درس امروز، تا زمانی که وارد یه کاری نشدیم، یعنی توی یه کاری نرفتیم، فکر نکنید که مثلا خیلی راحت و اینا، چون که اصلا اینجوری نیست. الان اتاقم یه همچین حالتیه، فقط اون جوراب. برای اینکه باید جاروبرقی بزنم یه بخشایی از اتاقمو، چون که یک من خاک گرفته این زیرو و من وقتی که راه میرم گرد و خاک میخوره به پام. زمانی که داشتیم این خونمونو میساختیم، من از همون اول داشتم دنبال این میگشتم که کدوم اتاقی که اینجوری نور آفتاب بهش میخوره و مثلا ساعتهای مختلف روز می اومدم که ببینم کجا مثلا نور آفتاب بیشتره توی اینجا، و اتاق من تنها جاییه که نور آفتاب مستقیم میفته داخلش. البته بعضی وقتا مثلا صبح به خاطر اینکه من پرده ندارم خیلی سخت میشه که بخواب آدم، بعد پتو رو بکشم به خودم و کلا خیلی سخته. اما یکی از دلایلی که مثلا این اتاق رو انتخاب کردم که اینجا بخوام وسایلمو بچینم اینه که اینجا نور آفتاب داره. و بعد من هیچ وقت پرده انتخاب نکردم واسه اتاقم، یعنی اون اوایل پرده گذاشتم ولی بعدش کلا پرده رو از اتاقم دروردم، چون که جلوی نور رو میگرفت و من هر چیزی که بخواد جلوی نور طبیعی رو بگیره واقعا باهاش مخالفم و حس میکنم اون انرژی که هوای بیرون، هوای تازه بهم میده رو مثلا چیزای دیگه نمیتونن بدن بهم. میدونی مثلا نور لامپو اصلا دوست ندارم، بیشتر دوست دارم که نور پنجره، نور بیرون بیاد داخل اتاقم تا نور غیر طبیعی لامپ. خب الان هم وقتی اینه که میزم و میز چیه تختم رو بچرخونم و بذارم اونجایی که باید بذارم. آدم این خونه خارجی ها رو نگاه میکنه، حالا مثلا خارجی هم نه، هر کسی، هر فردی، بعد میبینه که مثلا همیشه تمیزه، یعنی اصلا هیچ خاکی مثلا ما نمیبینیم که مثلا تمیزه همه چی، ولی این گرد و خاکی نمیدونم از کجا میاد. الان این زیرو دارم نگاه میکنم اصلا بغضم گرفته از اینکه خیلی کثیفه، خیلی کثیفه. من داشتم تو این کثافت زندگی میکردم. یعنی خب بریم برای ادامش. اونجا رو الان جاروبرقی زدم. این که واسه هر چیز خیلی کوچیکی اینجوری پنیک میکنم و خیلی بده، امیدوارم که بتونم این اطورم رو ترک کنم و واسه هر چیز کوچیکی اینقدر استرسی نشم. غلط کردم. یعنی اگه همین الان شروع کنم به خوابیدن وقتی که بیدار شم خودش درست میشه اینجا؟ ای کاش درست میشد خودش. الان احساس میکنم که وسط این چیزم و توانایی ادامه دادن جمع کردن رو ندارم، خسته شدم دیگه. اوکی دیگه مثلا جای تختم عوض کردم خوب شد، ولی الان یه میز دارم اونجا که نمیدونم باید باش چی کار کنم. خب تصمیم گرفتم که میزم و بذارم همون بر اتاق بمونه و به جاش اون اصلیه رو بیارم بذارم اینجا و این محوطه باشه مثلا محوطه ای که اگه بخوام مثلا راه برم بشینم روی زمین نقاشی کنم یا یه همچین چیزایی باشه. مثلا میز اگه جاش همونجا باشه بهتره، چون که این میز رو موقتی دارم، حالا مثلا چند ماه چند سال هر زمانی که پول داشته باشم عوضش میکنم و حالا فعلا میخوام این اصلیه رو بیارم بذارم اینجا. الان هم این میز رو میچسبونم اینجا که بتونم مثلا صندلیم رو بذارم این ور و پشت تختم بشینم کار کنم. الان که به اینجا رسیدیم حس میکنم یکم بهتر شده همه چیز و داره کم کم توی ذهنم شکل میگیره که قراره با این بخش از اتاقم کلن چیکار کنم و اینا. الان اینجا یه بخش سفیدی دارم جلوی میزم، کنارم که این عکس ها رو چسبوندم و میذارم بمونه. اینجا یه دونه بخش سفیدی دارم که میخوام
ببینم از این مود بردا، از این چیزایی که حالا مثلا عکس و اینا میچسبونم برای همین قانون جذب و اینا، البته نمیدونم بهش اعتقاد دارین یا نه، من خیلی اعتقاد دارم، میخوام از این مود بردا درست کنم اینجا بذارم. آره دیگه اینجوری. رو درست کردم زیاد موفقیت آمیز نبود، چون که دیدم گیاه هم یکم بیجونتر از اینه که بخوام کلش رو توی یه گلدون بذارم، برای همین بریدمش کوچیک کوچیک و گذاشتمش توی آب که اینا ریشه بزنن، بعد اینا رو بذارم توی یه دونه گلدون دیگه و حالا توی همون گلدون بزنم. بعد این که آره دیگه کلا الان که اتاقم یکم تغییرات دادم حالم خیلی بهتره، یعنی حس بهتری دارم نسبت به اتاقم، اما هنوز اون حسی که میخوامو بهش ندارم. حالا میدونم که رفته رفته بهتر میشه. حالا الان چون دارم میرم بیرون بعد از اینکه اومدم، حالا نمیدونم کی برمیگردم، شاید غروب برگشتم، حالا شاید فردا ادامهشو ضبط کردیم، اما بعد از اینکه اومدم میخوام ادامه مثلا فرآیند انجام بدم، چون که میخوام یه سری حالا نوت و اینجور چیزا بر خودم بچسبونم روی اون دیواری که اونجا دارم، بعد میخوام یه سری گل و اینجور چیزا بگیرم که مثلا یکم حس تازه بودن و شادابی بده به اتاقم. و اینکه آره دیگه یه سری پروژه اینا هم دارم، مثلا برای یه دونه تتو آرتیست باید یه دونه ساعتی رو درست کنم که روی اون ساعته یه سری ریزکاری داره که باید اون تتو بزنه اون ساعت رو، بعد اونو انجام بدم. و آره دیگه امروز تقریبا روز پرکاری بود یه جورایی برام، همین که اتاقم ریختم و دوباره جمعش کردم استارت خوبی بود برام، نمیدونم تا کی اما فعلا خوب. علمی دوباره من تازه کارم تموم شد، بعد من دارم میرم ببینم میتونم گل پیدا کنم برای اتاقم که این ویدیو رو تموم کنم، یه سری هم کار دارم اونا رو باید انجام بدم بعدش برگرد. بعد یکی از باگایی که من همیشه توی شهرمون میبینم اینه که آقا مغازه خیلی دیر باز میکنن. هر مثلا داشتم میومدم خانم گفتش که احتمال داره گل فروشی ها باز نباشن، بعدم من فکر کنم که آخه ساعت 4 و نیمه چرا نباید باز باشن، ولی خب درست دیگه. بعدش هم این فیلم کردم که یکاش یه سری گلفروشی 24 ساعته مثلا درست میشه. خب فکر کنم که زود قضاوت کردم و گلفروشی ها مثلا یکی دوتاشون باز نبودن بلکه همشون باز بودن. و آره دیگه درس امروز اینه که زود قضاوت نکنیم. خب من با دسته گلا اومدم خونه، بعد اصلا نمیدونم ترکیب رنگشون به هم میخوره یا نه و اصلا هم اهمیتی نداره، اما اینکه همچین کاری برای خودم کردم واقعا حالمو بهتر کرد. چرا؟ چون که داشتم به این فکر میکردم که ما فقط من نه هممون ماهانه مثلا هزینه های اضافی زیادی میکنیم، مثلا چه میدونم بیرون میریم، اونا هم خوش میگذره بهمونا، اما حس میکنم که این کارهای کوچیک کردم مثل گل خریدم واسه اتاق یا مثلا عوض کردن دکور اتاق و اینا میتونه خیلی تاثیر بلند مدت تری روی روحیه‌مون بذاره برای حالا مسیری که داریم میری. حالا که این گلا رو خریدم واقعا حس خیلی بهتری دارم، حال خیلی بهتری دارم. الان من یک دو سه تا گلدون دارم که میخوام این گلا رو توی اون سه تا گلدون پخش کنم، یکیشو بذارم روی میزم، یکیشم بذارم کنارم و اون یکیشو نمیدونم قرار کجا بذارم، شب بذارم اینجا. آره دیگه بریم حالا اینا رو ببریم و خوشگل مشکلشون کنیم دیگه. لباس هم عوض نمی کنم، چون که عوض نکردن لباس کمک میکنه که مثلا با لباس بیرون اگه بخواین کار کنین بیشتر بهتون کمک میکنه که تمرکز کنین، چون اگه با لباس خونه مخصوصا توی اتاق خواب اگه بخواین کار کنین، نمیدونم حتی شما میجورین یا نه، باعث میشه که یکم حالت خوابالودگی یا بهتون دست بده. حالا کسایی که فریلنس کار میکنن بیشتر متوجه میشن که من چی میگم.
longer. I don't wanna come down. Caught up in a long free fall. You got me off of the ground. Sway for a minute, the plane moves side to side. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدین. خودم خیلی 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 زیاد حال میکنم از اینکه هر هفته میتونم ویدیو بذارم و دارم تمام تلاشم میکنم که بیافتم روی این نظم و روتین ویدیو گذاشتن. همون حستون، همون علاقه که توی کامنت ها بهم نشون میدین خیلی خیلی برام با ارزشه و اینکه دمتون گرم. هفته دیگه میبینمتون. مراقب خودتون باشین. خدافظ.